الله الرحمن الرحیم به نام خدامند بخشاینده و مهربان محسیلین عزیز السلام علیکم و رحمت الله امید است که در حفظ و حمایت پروردگار به سر ببرید و از همه آفات و بلیات حاد کنونی مسئول و محفوظ باشید و الله سبحانه و تعالی بر همه امت و مسلمه لطف فرموده و ایشان را از همه اوضاع و احوال شرایط حاد در حفاظت خود قرار بدهد و درس گذاشته پیرامون عوارض مکتسبه خواندیم که نو اول از عوارز مکتصبه جهل بود و اینکه جهل در چه جایی به اصطلاح جهل در دار الاسلام بود یا در دار الحرب بود جهل در دار الاسلام عذر شماردن نمی شد همچنین از این قبیل جهل مشتهید و چیزی که مخالف با نس کتاب باشه یا مخالف با سنت مشهوره باشد و یا مخالف با اجماع باشد و اعتبار ندارد و همچنان جهلی که در دارالحرب بود بازو باز میگرده به با ای که آیا به اصطلاح شخص به او احکام درست رسیده یا نرسیده و تا زمانی که به او احکام درست نرسیده باشد شخص معذور شمرده میشه زمی ها همچنان مکلفن که همان قوانین نافذه در دار الاسلام را قوانین شرع را که مطابق با نص کتاب و سریح سنت و اینهاست باید ملاحظه بکنن و این شکل بحث مسئله جل در قوانین بود که ایرا خواندیم در قوانین مسی و غیره این موضوع با تفصیل یادآوری شد در این درس پیرامون آرزه دوم مبتسبه که خطا باشه بحث میکنه الخطا یطلق و به ما يقا ما قابل الصواب خطا استعمال می شود و اراده می شود به آن که مقابل با حق باشه یعنی خطا یعنی نا حق یا غیر حق و یطلق و یراد به ما قابل العمد اطلاق می شود خطا و اراده می شود به آن که مقابل با قصد باشه خطا یعنی غیر قصدی و عمد یعنی که با قصد باشه ومن قول عليه الصلاه والسلام از این قبیل است عليه پیغمبر الصلاه والسلام ان الله وضع عن امتی الخطا والنسيان وما عليه بتعقيق الله سبحانه وتعالى ساقط کرده و معاف کرده من خطا و فرامشیرا این خطا در مقابل قصده و عليه اون بران وادار ساخته شدن مجبور ساخته شدن به صورت اکراه اجبار بران وادار شدند وهذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الآلية أمي معنى كمراد خطا ضد عمدس مراد بخطا در بحث عوارز آليته ويمكن تعريفه ممكن استعريفها من خطأ بأنه وقوع القول بالفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. بإنك من خطا واقع شدان قول است از انسان برخلاف آن انسان آن را اراده دارد یا را قصد دارد لا ينافل اهلية بنوعيها وخطأ منافات ندارد با اهلیت بار دو وجوب نیالیت اداء لان العقل قائم مَعَ الخطا عقل صابت موجودة استمر خطأ ولكنه يصلح أن يكون عذرا في سقوط حقوق الله ولكن خطأ داره که عذر شماردشة در ساقط شدن حقوق الله سبحانه وتعالى كخطأ المفتي مثل خطأ شخص فتوى دهنده يا خطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد يا خطأ أن شخصي كنمي قبله را و قبله بر پوشیده شده و اجتهاد و کوشش و تحری بعد از او هم برای از او نامعلوم است ای عذره و که اصل حشوبتن همچنین صلاحیت داره خطا یک شبه ای که تدر و العقوبات المقرر حق لله تعالی دفع می کند ها یا سزا که ثابت شده است با عنوان حق الله سبحانه و تعالی کل حدود مانند حدود مثل حد الزنا و این خطا صلاحیت دفع شدن عقوبات را داره که چون تدرا اول حدود بالشبهات و به شبهات حدود و شبهات دفع میشه و فی حقوق العباده در مسألة حقوق عباد ان كان الحق عقوبة ناجر حق عقوبة و سزایی بود قصاص لم يجب بالخطا و قصاص واجب نمیشه لان القصاص عقوبة كاملة قصاص نهایت سزاست آخرين سزاست فلا يجب على المخطئ واجب نمیشه بر خطا کننده لانه معذور بخاطرك که خطا کننده معذور است وإنما تجب بالقتل خاص واجب میشود امین قصاص با واسطه و این نواتج و بالقتل الخطا دیتو خاص واجب میشه به قتل خطا دیت واجب میشه لانه بدل المحل المطلف زیرا که اما دیت در عوض محل تلف شده است و تکونو علی العاقله بر قوم و بر پشتی و بر همو هم کارهای آن شخص می باشن در مدت سه سال باید دیت پرداخته أن الخطا يوجب التخفيف فيما هو صلة خطا واجب مياره آساني را دران يك بخشش باشه والدية على العاقلة الدياتك كبر عاقلة لازم ميشه من باب الصلاة از باب بخشش ها وإحسانات است لم تجب مقابل مال بخاطر انك ان ديت در مقابل مال واجب ناشد اما في الحقوق العباد المالية هرچی که در حقوق مالی بندگان است مال الغير مانند تلف مال غير خطا بخطأ فان الزمان يجب ولا ينهض الخطا عذرا لدفع الزمان زمان و تاوان واجب میشه و برپا نمی شود خطا دفع تاوان لانه بدل مال نی و از مال است لا جزا و فعل جزای فعل نیست فیعتمد و اعتماد میکنه و تکیه میکنه اسمت المحل معصوم بودن محل که محل مال معصومی بود لذا توان از او باید پرداخته بشه و کون المطلف خاطئا معذورا لا ينافی اسمت المحل بودن تلف کننده خطا کننده و معذور این منافات نداره با زدیت نداره با معصوم بودن محل محل معصوم است ولو که خاط... تلف کننداش خطاکار و معذور است و فی المعاملات در مسئله معاملات لا یعتبر الخطا و خطا حساب نمی شود یک عذر لمنع نقاد تصرف برای ممنوع بودن منعقد شدن تصرف و عدم ترتب اثر ترتیب اثر هی و برای مرتب نشدن اثران وهذا البعض كالحنفية يدر نزد بعض از مثل فقهاء ناف حتى لو طلق خطا تا إنك أجر طلاق بَخِطَاءٍ زن را به وقع الطلاق طلاق واقع میشه وكذا ينعقد بيع المخطئ همچنین المناقد مش بيع شخص خطا کننده شخصي که به بيع يا ایجاب بی به زبان ازاو به خطا آماده بی از او منعقد میشه به وجود اصل الاختیار چون اصل اختیار در او موجود است و یکون فاسدا ولی بی بی از او بی فاسد است لفوات فوات به خاطر فوت شدن رضای آن چون رضاییت ندارد وعند الجمهور كالشافعية والجعفرية وغيرهم لأن جمهور علماء عند الشافعية و فقه جعفري وغير إنشان لا يقع تلاق المخطئ واقع نمي شو تلاقي خطا كننده ولا يعتد بسائر تصرفاته القولية وإعتبار كرن نمي ببقية تصرفات قولية شخص خطا كننده والحجت للجمهور دلیل جمهور چیست که آنها میگن که درست میشه و تصرفات آن درسته و عبارات آن معتبر شمرده نمیشه اینه که ان اعتبار الكلام نظر جمهور که میگن که اعتبار نداره حجت جمهوری این است که ان اعتبار الکلام انما هو بالقصد صحیح اعتبار و اهمیت و ارزش سخن به قصد مقصد صحیح هست ولی قصد للمخطی برای خطا کننده قصدی نیست فی ما یقوله در آن که آن را میگوید فلا یعتبرو پس اعتبار کرده نمی شود ولی آزا به امین علت است که هدر میره اقوال و نائمی اقوال شخص خواب در خواب هرچی که بگه لغو بگه لغو بگه تلاق بگه دیگه کلماتی به زبان والت خواب بیایه اونا هدر است و المغم علیه و همچنین شخصی که برو بیهوشی آمده در حالت بیهوشی همچنان سخنانی از دهان او بیرون میشه و زبان او سر میزنه او سخنان از او هم اعتبار نداره به خاطر نبودن قصد فكذا المخطئ مثلك نائم و مُغْمَى عليه خاب شَخْصَ بيوشي اوماده بران سخنان ازو هدر است شخص خطا کننده هم سخنان او هدر است ووضحوه سازد مطلب را ان الْلَّفْظَ انما تو بر لفظ زمان اعتبار دلالت بکنه بر معنا على قصد المتكلم و ارادته لمعناه و موجبه بر قصد کردن متکلم و بر اراده متکلم معنای لفظ را و موجب و مقتضای لفظ را فاذا انتفى هذا القصد زمانی که نفی شد این قصد قصد نداشت اراده نداشت صار الكلام لغوا لا اثر له ان كلام يهود گردد و برای شیج اثر بر مرتب و ويؤيد ذلك الحديث الشريف تأيد ميكوناد همین مطلب را حدیث بزرگ پیامبر علیه عليه و السلام که رفع رفعا عن امتی الخطا الخطا والنسيان وما استكره علیه برداشته شده است از امت من خطا امر غیر قصدی کسی که قصد ندارد و لفظی که میگه قصد ندارد اراده معنار نداره اراده مجبر نداره او معاف است او برداشته شده و او معاخزه نمیشه و نسیان همچنین فراموشی کسی که به فراموشی چیزی را یا حرف را یا عمل را انجام میده او هم معاف شمرده میشه و ما علیه و آنچه که مجبور شمرده و مجبور ساخته شوند مردم یعنی وادار ساخته شوند بر آن او هم و همچنان معاف است و شخص بر او معذور شمرده میشه و از نظر شریعت مؤاخذه و باسفورس نمیشه و یرد الحنفیه على قول الجمهور حنفیه رد میکنن بر نظریه جمهور که جمهور میگفتن که برام هیچ چیز مرتب نمیشه وله ازو ازو و لهذا نطلاق طلاق از اون دیگر عبارات از و ندیگر دیگر تصرفات از هیچ کدام اعتبار ندارد اما حنفیه میگفتن اعتبار داره چون اصل قصد بوجود است رد می کند حنفیه بر قول جمهور ان عدم القصد فی طلاق المخطئ من الامور الخفیه به اینکه نبودن قصد در طلاق خطا کننده از امور پنهانی است یک امر امر پوشیده احکام بر امور پوشیده بنا نمی شود چی می فهمیم که قصد داشته یا نداشته التي يتعذر الوقوف عليها چنان امور پوشیده ای که اطلاع و آگهی بر آن دشوار است و ناممکن است و سخت است فاقیم البلوغ مع العقل مقام القصد في الطلاق استاده کرده شده بالغ شدن همراه عاقل بودن همین که شخص بالغ و عاقل است ما قام القصد بجائي قصد بجوي قصد دوره في الطلاق دار تلاق لأن السبب الظاهر إنما يقام مقام الشيء إذا كان خفيا يعصر الوقوف عليه السبب الظاهر شبه بجائي الشيء وقتك. شيء فشيد باشد يعصر الوقوف عليه و دشوار باشد واقف شدن بر آن مثل که در مسائل مختلف حالا خواب ناقض وضو به این واسطه است که مزنه خروج نجاست است خروج ریح است و حالا ما نمیفهمیم مسئله خروج ریح یک امر پنهانی است لذا اینجا خود همی خواب قائم مقام از او میشه ولی آزا میگیم وقتی که خواب شد خواب سقیل بود خواب گران بود و از او میشکنه یا سفر خودش قائم مقام مشقت است به اساس مشقت میبینیم که تخفیف ها می آید ولی نمیفهمیم که حتما در سفر مشقت است یا نیست لذا این سبب ظاهری که خود سفر باشه قائم مقام مشقت مشا. فاذا كان ظاهرا فلا يقام شيء مقامه وقتی امر ظاهر و آشکارا باشه چیزی بجای آن استاد کرده نمیشود ولهذا لا يقام البلوغ مع العقل مقام القصد والرضا بالنسبه للنائم والمغمى عليه از این جهت است بلوغ عقل استاده نمی شود به جای قصد و رضا نسبت به شخص خوابیده و نش... نسبت به شخصی که برو بیهوشی آمده به دو فرد فرق میکنه نسبت به خطا کننده عدم قصدهما و رضاهما من الامور ظاهره المعلوم بلا حرج قصد نداشتن این شخص خوابیده و بیهوش و نبودن رزامندی آنها از امور آشکارا و معلوم است بلا حرج بدون مشقت هیچ نوع حرج هم نیست فلا یقام شیء مقامها مقامه ها پس ایستاده کردن نمی شود چیزی مقامه ها بجای همچنان استاده نمی شود چیزی بجای آن اینجا نمیشه که چیز دیگری بجای آن استاده بشه والذین راه راجحند آنچه را که ما میبینیم صاحب کتاب میگه چون عادت از او همینه که سبک سنگین میکنه و نظریه خود را ابراز میداره که کدام نظر به نظر ما راجح است میگه والذین راه راجحن آنچه را که ما میبینیم راجح و قوی و برتر هو قول جمهوری او قول جمهور است فیم بغی عدم الاعتداد بس مناسب این است نشود بجميع اعتبار نشود به جمیع اقوال المخطئ بتمام سخنان مخطئ باید اعتبار نداشته باشد لا طلاقه ولا اي تصرف قولي اخر نتلاقا ونعم قدام تصرف قولي دي اقرار آن وسياتا صدقه آن نظر آن همچنان بیع آن شرای آن اینا اعتبار ندارد هیچ نوع تصرفات قولی آن اعتبار ندارد به شرط این یثبت خطاؤه به شرط اینکه خطای شخص همان خطا کننده ثابت بشه که او بر خطا هست در وقت که ای اقوال از او اعتبار نمی شود و بر هیچ اثر مرتب نمی شود